بخون. خدا عشق را آفرید. عاشقم دیوانه ام، از خود ندارم خانه ای. عاشقان کی خانه دارن ای دل مگر دیوانه ای؟ من زن هیچ کی نمیشم، من عروس آقا مهدیم. پیش از آن که این مرگ آفرینان پیکاری سخت آغاز کنند با عزیزان خود ودا کردند، ولی ناگهان با طرح یک توطئه، یک خیانت، یک جنایت، عبور از مرز ممنوع فاجعه تکمیل شد. رجبار گلوله‌ها باریدن گرفت و در قلبی قطع سنگی نمادند. کیست این مرد؟ سوای آدم‌ها جدا از مسیر ماشین‌ها، تنها لبخند تو بود که میگفت در باجه‌ها بلیط لبخند میفروشند. چرای منو دزدیدی؟ در این درگاه که گهگه که که شود ناگه، مشو با ناکسان همراه که ره چه می شود چه ره. سیروز چقدر قشنگه، ماشاءالله مبارکش باد. سیروز چقدر قشنگه، ایشالا مبارکش باد. بخون. هر که گردن پارتی نمد، مرهم ارمان دلها شمد. اگر گرگم اگر خنگم دلیا سو گردم، بی سامر دردگم دامی که سلدایی به سر دارم. شوهرم با وکیلش ریختن رو هم، با یه بچه تو شکم انداختن اینجا که چی بشه؟ آقا بره زن بگیره. آره همه تو جوونی هاشون بی برو برگر، یه ویراژ رفتن. احسن، چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دی. قرصت خوردی؟ قرقاتی نکنی؟ اینا هم نمیذارم من حرف بزنم، حرفم اینجا گلومو گرفته رو خفه میکنه. تا میام حرف بزنم میگه میندازیم به وحشته. پهلوان آدم فروشی نمی. وقتی سیبیل تو دود دادم معلوم میشه چقدر پهلوانی. پای سگ بوخسید مجنون، خلق گفتندش چه بود؟ گفت این سگ روزگاری کوی لیلی رفته بود. شهرم موسیقی میزنی؟ کی شایست بود؟ نجون آقا چی میزنی؟ همون آقا بود. موی سپید خندید به ریش آن که میگفت نخند. به نازم مطربان را خر را مسرور میخواهد. احسن، واقعا احسن. تشریف آوردن. سردت نیست؟ ماشاءالله خان دکتر راهنمایی نمی‌کنه. بس که شب شده بکش کردین. بس دیگه. چند ساله اینجایی؟ چند ساله خواهد؟ بخواه چند وقت میخوای بمونی؟ چند وقت میخوای بمونی؟ عاشقم دیوانه ام، از خود ندارم خانه ای. عاشقان کی خانه دارن ای دل مگر دیوانه ای؟ رخون آفرین. جا مکان نداره؟ بله همینطوره. خب شما اینجایی چه قشنگ؟ قشنگ خون. خب رخون اینجا چه نمیده؟ اعصاب خرابه؟ شب روز تو فکر اینم که سر کیا کلا بذارم یه پولی در بیارم. برای پول؟ نه دلار. دستو برو بگیر. چشمت چی شده؟ سر چی؟ مرخصی مرخصی میشی یا؟ مرخصی خوبیه. خوبی ما اینجا هیچ مشکلی نداریم، همه چیزمون حله. دکتر خوبه، پرستار خوبه، همه چیز درسته. فقط تنها مشکلی که من دارم یه بلیط نیوزیلند میخوام. بلیط نیوزیلند اون که میشه من رفتم. ببین مدارک من چوره، این اجاره خونمه، اینم گواهینامه دوچرخه سواریمه، اینم بلیط خواهرمه. همه رفتم فقط من موندم. در ضمن ساعت 2 یه ماشین بفرستین دنبالم برم فرودگاه. سودای سفر حرفم شد؟ بله بله. خوشی داری ها؟ با حرف من نمیاد، با حرف شما میاد. حالا صداش کن. ورسته ورسته بیا تو. برو خود رو ورزی کن، بذار کف مرگمون بذاری میگوشن و حرف رو نمیداری. برو
دنبال کار تو. برو بنشست. آتیش داری دکتر؟ این سیروسه. سیروس؟ قبلا دیدمش. سیروس؟ تیسه جاره؟ نهار نهار یا خود نهار بادا بای نهار نهار یا خود نهار بادا بای نهار یا خود دونه نهار یا نهار یا خود نهار. ما توی این آسایشگاه توی این جامعه کوچک بیمار غمگین افسرده چطور میتونیم بیمارامونو معالجه کنیم و اونا رو به خانواده هاشون به اجتماع برگردونیم؟ با استفاده از روش های جدید روانپزشکی ابتدا به بیمارامون خندیدن یاد میدیم، رفتاری که از یادشون رفته. چطوری پدر جان؟ خدا بد نده؟ حسابم خراب بره کنار که باید بیاد. آقا اذیتش نکنی، مرد شریفی گناه داره. فکر میکنه خانم آمریکشو گرفتن، خیلی عصبانیه، حالا حالا جواب کسی رو نمیده. برو استراحت کن پدر جان. ایشون هم استاد زبانن. سلام بابا. یک کم انگلیسی برای ما صحبت میکنی؟ آره دل داره very good. خب you want your money. You want 1,000. What is 1,000? Give it 1,000. Or I give money back. You want money? Oh, give money. I don't have any money. Thank you very much. I mean, cigar. Very good. میخوان تو پول میخوای؟ آره. بریم بابا. بریم. ایشون جنرال حیدر خان. سلام تیمسر. تیمسر، عرض میفرمایی این از شما فیلم برداری بشه؟ ایشون دکتر هستن حیدر خان. شیشکی نبندی زشته. یک درا داشتیم و یه گله تو در کردیم، مشقی در آمد از آن فهمیدیم کار انگلیس هاست. انگلیس ها و روسا همدست هم. این وسط ما چیکار میکنیم؟ میریم سراغ آدولف، دو هم میریزیم و دمان از روزگار اینا در میاریم. یه سیگار بده بنام. آقای فوتو، آقای فوتو. اینم عمو رجب شاعر آسایشگاه. به به چه خوب. در این درگه که گه گه که 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 شود ناگه مشو با ناکسان همراه که ره چه می شود چه ره. احسنت، واقعا احسنت. ماشالله 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 ماشالله. بسه دیگه علی خان، بسه. ما از خندیدن استفاده می کنیم برای رفع استرس از بیماران، برای اینکه بتونن وارد جامعه بشن و کار کنن و با کار کردنشون توانایی هاشون رو به دست بیارن. سلامت، خدا نگهدار. سلامت علی خان، حالش خوبه؟ اینم خوبه. بچه نیشابوره. خب بعضی وقتا عصبانی میشه ولی کلی هنر داره. هنرش چی هست؟ بگو کامبیز. پیش از آن که این مرگ آفرینان پیکاری سخت آغاز کنن، با عزیزان خود وداع کردن. ای عزیزتر از جانم، نمیدانم کی و کجا تو را خواهم یافت، ولی اگر رهایی یابم به سویت باز خواهم گشت. ولی ناگهان با طرح یک توته، یک خیانت، یک جنایت، عبور از مرز ممنوع، فاجعه تکمیل شد. رجبار گلوله ها باریدن گرفت. چیست این مرد؟ آرسون ویلز، نشانه غرور یک بازیگر. خنده رفتاری که از یاد بعضی از باهام رفته. نمیخندیم، کم میخندیم، ناقص میخندیم. از خندیدن شرم داریم. لابد به این دلیل که میگن یارو سبکسره، یا صبح تا غروب نیشش وازه، هر هر میکنه، کر کر میزنه. از این استدلال. خانم خوش میگذره، خوش میگذره. بچه های قصر حالی میگذره. برو برو خانم. چطور خواهرم؟ چند وقت اینجایی؟ سرم درد میکنه. چطور؟ یه چهار سال اینجاست، خواهده درستی نداره، گذاشتنش رفته. هر دفعه یک بار میزله میشه. ساعت تا بعد نزوشم، نمیزه من مردم بخوابم. چه خبره؟ همینجور باید نگشتر.
من بگم شوهرم با وکیلش ریختن رو هم که حکم دیوونگی من گرفتن با یه بچه تو شکم انداختن اینجا که چی بشه آقا بره زن بگیره. اینا هم نمیذاره من حرف بزنم، حرفم اینجا گلومو گرفته رو خفه میکنه. تا میام حرف بزنم میگه میندازیم به بخش زهر. من چه دوست شغلش به کسی سر میشه ایشالا. برم کن جیرای سیگارم بوده چه دعوا کردی ها؟ چه دعوا کردی؟ هیچی میخوام من از اون شوهر بدم. من سر هیچی نمیشم، من عروس آقا مهتی هم. آقا مهتی یه روز اومد دست من رو گرفت، رفتیم طبقه هفتم آسمون توی محضر عقد کردیم، تموم شد رفت. یه اتوبوس تو طبقه محرمه. سیگار داری؟ نه قدغنه. قدغنه؟ چرا درست رو ول کردی؟ چرا فرار کردی؟ حرف بابا تو برای چی گوش ندادی؟ خودم خود گوششو گاز میگیرم بکنم. امضا نمیده. نرگس جان چند کلاس درس خوندی؟ 16 سال. 16 سال؟ نه 6 سال. 6 سال؟ یا 11 سال. تا چندم؟ دوم. دوم دبیرستان؟ گلستان. آقا مستان سیگار داری؟ آقای دکتر اشکبری بفرمایید. من امیری هستم، روان پرستار بیمارستان. از سخنرانی بسیار مفیدتون تو دانشکده علامه طباطبایی تا امروز همیشه آرزو داشتم شما رو از نزدیک ببینم. همه جا تعریف شما هم هست. الان افتخار شاگردی شما رو دارم. متشکرم. مبارک نفرمایید. من به کمک سرکارم احتیاج دارم. به جز خندیدن روش‌های تازه دیگری رو هم من تجربه خواهم کرد. البته به کمک شما عزیزان. خیلی متشکرم نادر عزیز. از شما همکاران عزیزم انتظار دارم با دوست قدیمی من و همکار جدید خودتون جناب آقای دکتر اشکبری نهایت همکاری رو داشته باشیم، خصوصا جناب قناعت ریاست محترم بیمارستان. هیچی میخوام از اون شوهر بدم. من زن هیچکی نمیشم، من عروس آقا مهتی هم. بابا آقا مهتی یه روز من دست منو گرفت، با هم رفتیم یه محصد تو طبقه هفتم آسمون، عقد کردیم تموم شد رفت. یه اتوبوس تو طبقه بهرم کرده. سیگار داری؟ مبارک. کی مهتی؟ آقا میتی، آقا میتی، آقا میتی، چه کردی به ما آقا میتی؟ خیلی ممنون، بفهمید. قربونه آقا. بقیهش؟ خونه برای چهت داده دیگه. اگه نگفتی صد تومن؟ او دفت اندازه پیشکشه، فقط کیفیت دادم اینو نمیشته. چی ها؟ در این درگه که 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 و که که شود ناگه به امروز ادمش و قره قره که از فردا نه ای آگه. این وسای دومشو عوضی نوشتی. مشو با ناکسان همراه گره که میشود چهره. من زبانی شمشکی با چکار داری؟ باز کن. من از پیش نرگس اومدم. ماما بیرم این یارو چی میخوای؟ از طرف نرگس اومده. این نرگسه، این آقا میتی. نرگس لباس عروسی نداشت، بعد عروسی کرد. خب بفهمی. هم مریضم هم به دکار، واسه اجاره خونه هم ندارم. چرا کار باشه کار میکنم،
نه اینی که بخوام کار نکنم. کوکا با نرگس نوتا، یکی پیش از نرگس، دوتا بعد از نرگس مردن. شیره به شیره بیادبیه. انشالله اگه خدا بخواد آخریش. تو رو خدا یه کاری برای این آقای بچه های ما بکن. رو هم کار میکرد، میگفتن تریاک واسه الوماتیس خود. میتیچه خانه همه میشناسن، قبل از نرگس هم دوتا دختر دیگر سیاوخ کرده بود. نرگس بچه بود، فکر کرد که اتوبوس مال خود میتیچه خانه، گول خورد. صد دفعه گفتم به میتیچه خان زن دادن خبته، میتیلاته، الواته، خالی بنده، زن نگهدار نی، به خرجتون رفت. برو بابا، حبس بودم من، پدر سوخته هیچی ندار، برداشت دخترمو فرار کرد. اگه بیرون بودم که نمیذاشتم که. آقا مهدی یه بار با یه طبقه اومد کوچمون، یه بارم با دو طبقه اومد کوچمون. آقای ذوالفقاری، خانم فخری، خانم امیری، سلام آقای دکتر، چی شده؟ سلام، مریضه لباس بپوشن میخوایم بریم گردش، سریعتر کرایه اتوبوس ساعتی. آقای قنات میدونه؟ لازمه بدونم؟ بله. آخه ما تا حالا از این برنامه نداشتیم. حالا داریم، شما مریضه رو آبادی کنیم، من بعدا باشون صحبت میکنم. چند؟ برو باشو. آقای محترم، من از تو هواپیما خواستم، نه این فرگونو، برش دار ببر. این برای گردش تو تهران خودمونه، نیوزیلند با هواپیما. موزه خرچنین خستواری. غلام، این کارا چیه میکنی؟ دفعه آخرت باشه ها. درمون جوخوری دفتده؟ امو هشکی؟ بله. میرین نیش بیچ؟ بله. ای بله، خیلی بله، من دارم تعادلم رو حفظ میکنم. تو چی؟ گوری؟ دارم تمرین نیفتادن میکنم. منم دارم همین کار میکنم. این چه وضعیه؟ اتوبوس از کجا میاد؟ اینا کجا میرن؟ سولفی، خانم امیری، شب بخیر. با عزتون داریم میریم گردش. من کی اجازه دادم؟ کی؟ خب همون روزی که به شما معرفی شدم، روز آشنایی. چنین قراری نداشتیم که شما بیمارستانو برداری بری اتوبوس درمانی یا چه میدونم پیکنیک درمانی، تفریح درمانی. های قناعت یادتون نیست؟ آقای دکتر اشکبری یادتون باشه اینجا محل نگهداری بیمارانه. بله بنابراین روش های شما بسیار خوب و پسندیده، اما با شرایط اقتصادی و اجتماعی ما جور در نمیاد. بله بله، بیشتر خانواده اینا برای خلاصی از شرشون تحویل ما میدن، ما ناچاریم بپذیریم، در حالی که امکاناتمون کمه، خیلی هم کمه. بنابراین خواهش من درد سری برای ما درست. سلامت نسو بخه. شما چرا اینجا وایستدید؟ آقای زلفی، به جای اینکه پا به زمین بکوبید، بید مریضا رو جمع کنید بفرستیدشون تو بخش. چش ببخشید قربان، این تلفن خدمت شما باشد. خدا حافظ، خدا حافظ. بای من دقیقا درک میکنم شما چی میگین، اما باید روشامو تجربه کنم. بنده به شما اجازه هر تجربه ای نخواهم داد. اما بنده باید کارمو بکنم، عقب نشینی هم نمی کنم. بنده هم به آقای تدایون زنگ میزنم. نرگس حال سگ
بوسید مجنون. هر گفتندش چه بود؟ گفت این سگ روزگاری کوی لیلی رفته بود. احسن واقعا احسن. لا اله الا الله. نرگس طی 27 سال سابقه خدمت حقیق در این آسایشگاه یک بار هم چنین علم شنگه و قشقرقه را نیفتاده بود. قربان همه یه بخش رو تحریک کرده. صداشو نمیشنوی؟ لطفا خودتون گوش کنی، خودتون گوش کنی. ببخشید علی حسین جون. سلام. سلام دکتر جون، تجربه اولت که فول شد، اونجا چه خبره؟ ای دکترت بمیری انشالله. یه دقیقه تو گوش کن به من. اینجاشو فکر کردی که جامعه ما هنوز آمادگی پذیرش اینو نداره که بیماری روانی هم مثل سایر بیماری ها، هنوز به بیماری روانی میگن دیوونه. فول که هیچ، پنالتی هم هست. پارک، صحرا، باغ وحش، چه میدونم بنده خدا برن هوایی بخورن کبابی. کجاش فوله؟ چطور میتونی ببری بیرشون که تو خیابونا تو پارک اینور اونور مسخرهشون نکنن؟ به چند نفر میخوا بفهمونی که خانم آقا خنده نداره؟ آقا هو نکن ها؟ بله قربان، متاسفم. حق با شماست، گل شد، یکی به نفع شما فعلا. دکتر نرگس میخواد خودکشی کنه، رفته روی تراس. میگه نرگس میخواد خودکشی کنه. نرگس کیه؟ الو نادر، الو از بیمارمه من. الو نادر، بیا پایین. خانم فخری رقم پولیش هم برد. بیا عزیزم، بیا جای آیا هرکی بیا جای خودم برد کنم. باشه 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 باشه، اش بگره سرمناز من کوتاه کرد کسی زخده دراز بابا یکی بیا درکه به منو میشن کنن. میدیمونه ماشین منو اوراق کرد آخر لامان سبا خطره که از حقوقم کم میکنه. بابا شا اوتوبوس برمانه آقا بیتی این نقطه برشت خبالم باید خودش بیا. آقا جون دربار کنار مسئولیت داره. داداش ناکرتم از جلوی در بیا کنار، بله در بسته شده. از جون سیر شدی کسی لای در نمونه، میخوام در عقب ببندم. بابا
پسر دیر شده که نرگسی چه زودتر نمیدونی خانمی بابا باید صحبت کردی؟ ها؟ خب مبارکه قبول نمی کنه نمالی بی جا می کنه به جوانیت قصد ترمز ببرم همچی کلشو بزنم زیر چخ که مثل هندونه بپکه آقا یه خود اقا تحال نده بشینده بشین جایی که هر آه حرف حسابش چیه؟ یه خبته مهتی چخان دختر دادن خبته هیکلش خبته مهتی چشه؟ چاخانه، الواته، خالیبنده، زنگیگردان نی دارم خود گوشش گاز بگیرم بکنم گوش کن، زن مرد رو نگه میداره اگه اون دوتا مثل تو بودن ها، طلاقش رو نمیدادن بابا طلاق خریه ها درست حرف بزن؟ ای بابا خری منم کره خرم دیگه دورت جان تو بابا توانی سی شای توفیر داری پیشم رو نبود هم نمونه نبود برو آره همه تو جوونی هاشون بی برو برگرد یه ویراش رفتن چه بردشه بابا جوون جاهله اما همچی که طوق اسارت بیفته دور این گردن کرکر مرکر بس بکشیم پایین و حلواتی تعدی احبه عاقل میشی مرد خونه بابا یا مصطفی کوچولو نوکر نرگس خانم همه این حرفا رو بهش زدم اما میگه مهدی چاقان حرفش حرف نی نه که حرف خودش حرفه نه باب حالا که همچینه همه اتوبوس رو میندازم پشت قبالت میرم دیگه حرفش چیه مرد نیست ما هیچی نشته باشیم یه جو مردونگیه رو داریم اگرم زن طلاق دادیم زن ها زن نموده حالا همش واسه خاطر این دل لاکر داره که من جوری افتاده تو حچر نرگس خانم فردوسی فردوسی از خواب نمونند نگه کرد کوپی خروشنده دی زمین زیر او دی که جوشنده دی تهمتن یکی نهبه زد همچو شیر نترسی آمد بر او گلی نگه دار هرپش به قول شاعر یا یار کرا خواهد و میلش به که باشد تو چی نرگسی؟ مارا میخواه یا بابا ننه تو قول رو پایین ها خیلی میبندی خانم خانم ها دلت ماما یکی نی؟ هست نیست نرگسی نیست اطلسی خدا هست ثابت کن چجوری؟ بیا تا بابا تو زندونه بری محضر عقد میکنیم بعدش هم یه گوشه دنجی که هیچکی ما رو نشناسه کجا بریم؟ زمین خدا تا دلت بخواد پد و پهنه کجاش فرقی نداره که اصل دلی که باید خوش باشه باقیش تشریفاته بفرد نگه دار بابا چه خبرته؟ سرد نشی سب کن برسیم ای بابا رد شدی این چه وضعشه بابا دوتا از خلیکی نگه میداره پایین نخود چی؟ اول آخرش دل کندنه دیگه بزنیم به دریا بریم یا علی؟ یا علی بس صرف بگی که رفتیم
افتاده دنبال من؟ تاکسی همو چوب میزنی؟ کجا میرم با کی حرف میزنم ها؟ مادر خدا تو خونه حسنم سر میره، نه کسی نه کاری. اگه میدونستم ایش خونه نیستی زنت نمیشه. کسی دارم برات نفرستاده بود، خودت خواستی. از قدیم گفتن مرد بیرون دنبال نون، زن تو خونه خفه خون. بد اخلاق. مبم دلت با ما یکی نیست. حالا انگار این تویی که دلت جای دیگه است، ها؟ باره سننا گشنه موندی؟ بگه من چه وقت هم اگه همون سرم بیاد؟ نه من چند سالمه؟ الهی لای پاراهنهای ماشینت نمونی تیکه تیکه تو چقدر دل ایجا خواهد؟ باره بابا الهی خبر داره؟ باره کنم پیاده با دو میری خونه یلا شب دیر میام شاید هم نایمدم تو بگی بخواب چقدر تنها بمونم ناسلامتی شوهر دارم آه به تو هم متین خفه مگه تو همون آقا متین نیستی که میگفتی با اسب سفید میام اون روزم مرد بگی بخواب یلا چخان دروغو میتی چخان خانم بابا چم خیلی نایتی خوشمون برای دلشون بزید انتری اینجا چه خبره؟ چرا جمع شدی؟ نرگس داره گریه میکنم چرا شلوغ کردی؟ بری سر جاتون ببینم برو سر تخت هاما جون برو هاما جون نرگس؟ نرگس خانم؟ خانم امیری نرگس چشه؟ نمیدونم نرگس؟ ببینمت چرا گریه میکنی؟ آقا مجید کو؟ آقا مجید مرد گور به گور شد مرد؟ چه بهتر تازه راحت شدی خب اینکه گریه نداره باشو عزیزم باشو باشو بیرون یه هوایی بخور نه نه میخوای بخوابی؟ بخواب بنابر گزارش معاونت محترم آسایشگاه جناب آقای زلفقاری آقای دکتر اشکوری در اولین تجربه خود موفق شدند بیماری را از خودکشی منصرف کنند لطفاً از تاریخ دریافت این ابلاغیه بخش دو را جهت آزمایش تجربه های دکتر اشکوری در اختیار ایشان قرار دهید مؤید باشید تدیون سیروس بیبشین بیبشین رو صندلی بیبشین اینجا رو نگاه کن آقا سیروس ببینم این آقای دکتر با تو انا سر تو بلند کن ببینم خیلی خوب پاشو برو امیر سیریس توی تصادف زن بچهشو از دست داده شوکه‌ست با هیچ کی حرف نمیزنه مرتبم گریه میکنه پرخاشگری؟ بله گاهی و شدید طولانی؟ بله حافظش؟ خوبه ملاقاتی داره؟ خودش نمیخواد موسیقی
بشید اینجا رو نگاه کن. آقا سیروس ببینم آقای دکتر با تو هنو سر تو بلند کن ببینم. خیلی خوب پاشو برو. سیروس توی تصادف زن بچهش از دست داده، شوکه است، با هیچ که حرف نمیزند، مرتب هم گریه میکنه. پرخاشگری؟ بله، گاهی رنج شدید. طولانی؟ بله. حافظش؟ خوبه. ملاقاتی داره؟ خودش نمیخواد. ماشالله به آشپز بدش میکنم برم بازی کنم. ماشالله به عمش بدش دیگه خدا بیچه بارو گم شو بیچه بارو گم شو ماشالله ماشالله بیچه بارو گم شو ماشالله 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 دری باز شد و پیدا شد سر خر. آسیرس چه نمی بازی؟ یه فوتبال جانانه که بازی کنی حال جا میاد شب راحت میخوابی. باشو دیگه باشو ناسلامت من رفیق ما دارم باهات حرف میزنم. باشو دیگه Thank you.
عشقی. خیلی ممنون. یه لحظه دیگه لای جمشید بیام که اون برای پس دلی نما بابادی بی معرفت. بابا بیکار نیستم که مثل این بیارا هزار یه جور کار دارم، دنبال پاسپورت و بلیط و ویزا و هزار کار دارم. تا دونم دستن ها بیدیت نوشان سنده بیدیت 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 علی خان کی بود؟ پهلوان آدم فروشی نمی کن. وقتی سیبیلاتو دود دادم معلوم میشه پهلوان کیه. تو چه جناب سروان؟ من خیلی خوب. تو چه کریستوف کلم؟ ایمان دال شجب بابا. تو چه امون رجب؟ بلکل بابا جان در این درگه که گه گه یه چه چه بهت نشون بدم به گوه گوه بگی به به نخون نخند. تو چه علی زاده؟ پوتین من هم پاره کردم. ببین غلام هر کی که من بهت نشون دادم اگه خودش بود تو ار کن. این؟ این جانب خسارتشو میدین؟ طبق ضوابط اینجا ایرونه، تئوری فرنگی به مزاج ما سازگار نیست. جناب قنار طرح بیمارستان در فضای سبز با درخت و گل و گیاه و صدای پرنده و آب و اینا مال فرنگی ها نیست، از دوره ابن سینا بوده. این کارا هم به نوعی آوردن طبیعت، زندگی، فضای جامعه بیرون به داخل این آسایشگاهه. طبق ضوابط شما فکر نکردید یک مش مریض روانی وقتی تحریک میشن، هیجانی میشن چقدر خطرناکن؟ میزدن همدیگر رو تیکی پاره میکردن، حالا جواب بنده به درک. جواب وجدان خودتونه چی میدادید؟ شما هنوزم خیال میکنید من دیمی کار میکنم، فیلم برداری و مصاحبه از مریضا از روی ادا و اصوله. این خود بی جهت هر روز خودم رو یه شکل در میارم. عذر بدتر از گناه، این کارا دور از شأن علمی شماست. شما دلغک نیستی. بله درسته، من دلغک نیستم. من وسیله هستم برای ایجاد نشاط و خنده. خنده هم وسیله است برای سلامتی جسم و جان، نه تمسخر دیگران. جناب قناعت، خنده یک ورزش تنفسی بسیار عالی است برای اعضای داخلی قفسه سینه. خنده دافعه سموم فکر، جسم و روانه. با خندیدن اکسیژن بیشتری وارد خون میشه. خنده درد و اضطراب رو کم میکنه. خنده بافتها رو زودتر ترمیم میکنه و جلوگیری میکنه از سرطان، فشار خون، ریزش مو و
پیری زودرس. من به شما توصیه میکنم در روز حداقل 10 دقیقه شما بخندید. میدونم این کار براتون سخته، ولی سعی کنید این کار رو با تصنع انجام بدید، یا شروعش با تصنع باشه. خیلی از کارهای طبیعی و عادی ماها با تصنع شروع میشه. کافی بگین الو. واقعا صبح دیدی که یخچال اینه کبیر رو دهن باز کرده بود؟ مگه بنا نبود رو اندر بفرستی چیز میز بگیره؟ خیلی خوب عزیزم، حالا چرا اینقدر عصبانی هستی؟ چون گشنم، بشکم بزنم. خون سرد باش. حالا شده دیگه، خب فراموش کردم مثل همیشه. آخرش منو دق نه بابا، سگرماتو وا کن. چرا اینجوری حرف میزنی؟ چجوری حرف بزنم؟ شب میای شام؟ بایزم ناراحت نباش، شب حاضری میخوری. چیزی هست که بخوری؟ فراموش کردم دیگه، لیاقت تموم سوسیس کالباس حاضریه. بذار یه چیزی واسهت بگم. بفرمایی. تو نمیدونی خنده چه فوایدی داره. اگه یه طرفدار پرپاگورس داشته باشین اونم زلفیه، من یکی که نوکرم. خانم آمیری، سفارش منو بهشون بکنید. ایشون فکر میکنن که من مقابلشون هستم، در صورت که کنارشون هستم. دوش ها دوش آقای دکتر. در ضمن از روز که شما آمدین آقا 5 کیلو چاق شدم. چرا؟ از بس خندیدم. در ضمن آقای دکتر، سفارش من با آقای تلیون بکنید. خودت میدونی دیگه. در هر حال این قشنگ نیست که ما جلوی مریضات رو هم وایسیم. بله من مخلص شما هستم. خواهش می‌کنم بفرمایید. استاد بیا نهار. ماهام و بخوری سارا نگاه بکنه. سارا بابت را حیات کنیم. سفر من سیمین نفر بعد دوتا قسم دوتا قسم نشه. به تو چه؟ بچه خودمه. چه منم هست؟ نمیگه اون نمیگه. اینه نمیگه. بابا با تا بردیش. سارا گشنش تو گل میزدی، گل میزدی، گفتن گفتن نگردن اون یک ازایی رو آره سارا گشن خالی یه تلیلی خب
آفرین آقای دکتر، آفرین پسر. اینجوری حال مادر رو بپرسن؟ باشه، خب لابد کارت زیاده. به خواهرت میگفتم کاش ما هم یکی از مریضاش بودیم. بابای خدا بیامرز تو بگو، مثلا منو دست تو سپرده. حالا سلامتی مادر، چی میخوری؟ کی خونه ای از عباقلی؟ اقلا یکی از همین دختر مریضاتو بگیم، هم ثواب داره، هم با شغلت ازدواج کرده. نوکرتم مادر گلم. به من زنگ بزن. چشم. خداحافظ. بعد از فوت زنم و کشته شدن زن و بچه سیروس و خولبازی های این پسر، باید جای سیروس من اون تو بودم، ولی به کمک دوستان قدیمم فعلا اینجا مربی سوارکاریم. از گذشته سیروس پرسیدم، از خودتون نپرسیدم. چه گذشته ای آقا؟ به زور من و مادر مرحومش تونست دیپلم بگیره. تمام خانواده من نظامی، پزشک، مهندس، این یکی رمانتیک، عاشق پیشه، اهل شعر، موسیقی، گل، پامچار، خرزره. ممکن از ازدواجش بگین؟ سیمین دختر یکی از همردیفای خود من بود. بیشور اول نمیخواستش، به زور بهش قبولوندم. گفتم بعد از ازدواج عشق و علاقه به وجود بیاد، که همینطورم شد. عروسیشون رو تو شرایطان گرفتم، خونه ماشین در اختیارش گذاشتم. بعد از اومدن بچه با اون تصادف توی جاده، زن و بچهش رو از دست داد. از سیروس چه چیزایی داریم به من بدین؟ یه مقدار عکس و یه دفتر شرک چرندیاتی گفته که خودش هم نمیدونه چی گفته. میشه ببینم؟ حتماً حتماً. حالا حال چطور هست؟ ای بد نیست، بد نیست. نرگس گلدونت خیلی قشنگه ها. مال شما باشه. دکتر خیلی ازت راضیه، میگفت خیلی بهتر شدی. تو فکر اینه که یک کاری برات جور کنه، هنرمند بشی، خانوم بشی، عروسی کنی. چاخانه خدا عمرتون بده دکتر، به خدا خسته می شدم به کارام نمی رسیدم، وقت نداشتم به بخشو سر بزنم. این خانم پرستار جدیدم که داره عروسی می کنه به کارهای خودش مشغوله. خب اینم از این. وای این بار پرستار دنیا آمدی. اگه نسخه نمیتونم ببیچم، نسخه را آقای دکتر مینویسن. کاری طوری که به تو گفتم. چشم دکتر، خانم شمشکی پرستار جدید. ظاهرش که خوبه، اگه کارش هم خوب باشه براش حقوق و مزایا تعیین کنی. بله با آقای زلفی میگم. چشم بفرمایید. برو تو بخش به کارت برس. چشم. برو عزیزم. برم؟ برو دیگه. عزیزم قرصاتو خوردی؟ نه کلوه واسه کسی بپوشه. خوبی؟ نه. بچه خوبه؟ ببینم. بریم بخوابونم. بیا بریم آروم بریم. برو بالا. آروم پاتو بذار بالا. بچه تو دارم هوا بخوره. قدای منو در میاره بلا. بخواب. بیا اینم جلده. بخواب. معصوم خانوم بسه، چقدر میسابی؟ تمیز شد دیگه. برو دیگه، برو تمیز شد. رفت طرف گلدون. پاک شد دیگه. Oh,
شکر خنجم دلی آشوب گردارم به سامر دلگم دانی چی سلدایی به سر دارم گذاشتمش اونجا بچی نمیخواستمش خیلی خوب بود چشمت سیروز چقدر قشنگه ایشالا مبارد سیروز چقدر قشنگه این دو چرخه لنگه سیروز چقدر قشنگه ایشالا مبارکش باد سیروز چقدر قشنگه ایشالا مبارکش باد این دو چرخه لنگه ایشالا مبارکش باد افسره افسره جهنم برای تو آورده بودم خره از کجا؟ از انبار ببینم چه خوشگله خیلی بهت میاد چقدر قشنگ شدی عزیزم انگار ملکه دنیا اومدی پرستار شدی؟ بله آسیانه برز ما در گردشم ببینید من هم به ما مدتی لغمه ناری بستم اونو چرا پیدا شد سلام سیروز چطوری؟ خوبی؟ خانم امیری خیلی ازت تعریف میکرد نگفت آقا شدی مهربان شدی به به پامچان از کجا؟ روح سیمین گاهی خوابشو میبینم حالا مینگو اونم بدش نمی اومد روح سیمین همین دورو برای هست سوای آدم ها جدا از مسیر ماشین ها تنها لبخند تو بود که می گفت در باجه ها بلیط لبخند می فروشند فقط چشمان تو می دید که چگونه زندگی روی چهار راه ها سقوط کرده و آدم ها از کنار هم که می گذرند یک دیگر را نمی بینند همه شون دلنشینند و عمیق مثلا این یکی که خیلی من دوستش دارم شب در تاریخ سیاهی خود چه کرده است که افتخار داشتن این همه ستاره را بر سینه دارد شب را دوست نداری؟ چرا؟ خیلی بهش حسودی میشه شرای منو دزدیدی؟ من اوقات فراغتم رو روی تخت سنگهای رودخانه نزدیک خانه من تمرین نیفتادن میکنم قرصاتو خوردی؟ قرقاتی نکنی سیرو کردی هم منو اون از اون دنیا مینم از این دنیا سیروس روح من تو فشاره چرا باور نمی کنی پدرم داره در میاد روح من وقتی آزاد میشه که تو اون خاطره رو فراموش کنی روح من داره آزاد میکشه روح من وقتی آزاد میشه که تو اون خاطره رو فراموش کنی روح من وقتی آزاد میشه که تو اون خاطره رو فراموش کنی روح من داره عذاب میکشه سیروس بس دیگه سیمین تو روح منو با گریه هات داری عذاب میدی بس دیگه سب کن سیروس بس دیگه سیمین کی سیروز بریم عزیزم بریم آره خیلی با من حرف میزد چی میگو؟ گفت هنوز به خاطر گریان پردار به قدر دوشتو چی بود من دیدم؟ حالا خیلی بده نه؟ هنوز بده چرا دیگه کار موسیقی نمی کنی؟ شروطم و شکست میگم برات بخرم سلام علیکم سلام آقای دکتر
سلام علیکم. روز جنابالی بخیر. عاقبت جنابالی بخیر. ببخشید افتخار آشنایی با آقای من پزشک اینجا. خیلی خیلی خوشبختم. من دکتر رنجبری هستم، همکار جدید شما از امروز. قبلا کجا خدمت می‌کردین؟ خیلی جا. آخرش قبرستان بود. صحیح. ببینم جوان چشه؟ بابا ببخشید خانم، ایشون مریض شما هستن؟ بله، چند وقت خیال میکنه دکتر مرده شد خونه است، دیگه از دستون به ستون اومدم به خدا. نکش نکش دکتر جون، تازه چه خبر؟ کاروبار چطوره؟ کسان مگه نمیدی دکتر جون همه دارن صحیح و سالم راست راست راه میرن؟ طبیب بی مروت خلق را رنجور میخواهد. جنازه مطربان را خر را مسرور میخواهد. احسن، خدمتون میرسم، نسخه همه تون رو پیچیدم. از امروز بالایی ها محسن، پایینی ها کار کن. یه دکتر کم داشتیم اونم اومد. میگم به جای این حرفا پدر جون، بیا بریم اول لباسات عوض کن بعد نسخه رو بریم. باش برو بریم. بریم چاکر آقسی روز. چی کار میکنی دیوانه؟ لاتمی بزنم، لاتمی بزنم، فراغتم را روی تخت سنگ های رودخانه نزدیک خانه من تمرین نیفتادن می کنم. آن سایه من است. واقعا که شاعر گفته نخون افتر خانم ببین نور به سفید خندی به ریش آن که میگو بالاتر از سیاهی رنگی دیگر نباشه. نخون خونده خونده
گفتم نرگس، گفت نرگسی، اطلسی، نونزد کرده ای، شیرنی خورده ای، چیز نداری والا آقا مصطفی رو بفرستیم که خواستگاری؟ بعد گفتم که نه، بعد نمیدونم یکی از همسایه هامون کی بود خبردار شد دفعه بابام گفت، بعد منو کشید زیر کمربند کتک حسابی. خب هیچی همین من بالاخره نفهمیدم این گلدونه از کجا در اومد. منم نفهمیدم. شنیدم موسیقی میزنی. چی میزنم موسیقی؟ شایعه هست جون. آقا چی میزنی؟ آقا ما میزنم. جون آقا چی میزنی؟ والا مزمون میزنم. خدا عشق را آفرید. روزهای بارانی دلم میگیرد زیرا سایه هم همراه من نیست. سینه کوچک، سینه بزرگ. انار گلدون از کلاش یار. نه عوضی شد. گوش کن خودش نیم بریم خودم آرم نمیذارم. وقتی دستم میارم پایین یعنی بریم خونه خودتون طبقه پایین. خب آقا صوفی زود باش. اسماعیل زیادی رفتی بالا. ارتفاع دکور 3.10 سانت بیشتر نیست. آقا صوفی چشمم نرگس برو کمک سیروس. من از دیدنت کی سیره میشه یار گلا چشمم. خیلی خوب دوان شد. دوباره چشمای من از دیدنت کی یار گلو
چشمای من از دیدنت دیستیده میشه یار گلو چشمای من از دیدنت دیستیده میشه یار گلو رنگ خودتو بزن. به که فرق میکنه؟ فرق نمیکنه؟ نه. کنده تو بودا شاعر بیشون نصف شبی از بس که سرسده کردن اسرائیل آمد لشکی نبود زنده بخند خندم دل خوش میخواد گریه سرچش درست بمیر خوب برگیم تو وقتتون یالا دستتون رو بشونو وقت نهاره نهار اسم من سیروسه. ببین خودتی. اسم منم نرگسه. حالت خوبه؟ منظورت چیه؟ چه میگی؟ بیا فرار کن. کجا؟ کجاش فرق نمیکنه. زمین خودت ها دلت بخواد پد و پر. آخرش چی؟ نخود چی؟ میریم یه محصر عقل میکنیم بعدش هم میریم یه گوشه دنجی که هیچکی ما رو نشناسه. چرا اینجوری نگاه میکنی؟ آقای من مهتی چاخانم. نخند آقا نخند. شما جالبتر کسی هستی که من تو حالا دیدم. آدمی که تو وجودش یه کودک بازیگوش داره اما اجازه نفس کشیدن بهش نمیده. حالا میفرمایی چیکار کنم؟ بخندیم. یه دفعه براتون شهر دادم. خنده کودک در اون رو آزاد میکنه. خنده استرس رو از بس کنید آقا بس کنید. کیس جالب هم در واقع خود جناب عالی هستین نبنده. من آدم نرمالی هستم که رعایت اصول انضباط رو میکنم. اگه شما آدم نرمالی بودین تو این هوای سرد سوار ماشین روبات نمیشید.
مریضا برای همین شما رو دوست دارم. چی داری میگی آقا؟ این ماشین یادگاریه؟ سه تا از این ماشینا تو ایران هست آقای دکتر. باهاش خاطره دارم. با همین ماشین من عروس کشون کردیم. اگر میبینی کروکش تو این سرما بازه، برای این که الان یه سال خرابه بسته نمیشه. یه جا بلبارایی میخواد اگر گیر بیاد 50,000 تومنه. بفرمایید. بشین بریم. نه میزنی آدم میکشه. پتو بشین. نه میترسم یادم رفته. بی ارزه بشین خودم میبرم. تو هم نه ترسم یه طوری بشه. باش پپه جون بردگرد. اشتباه میکنه به خدا، همش سوء تفاهمه. خواستم با شما این شوخی بکنم. این چه شوخی آقا؟ ارتباط، نیاز به ارتباط. این گونه هنرنماییام حاصل نوآوری‌های شماست آقای دکتر. عمدن این کارو کردن. بله، که خودش رو به شما نزدیک بکنه. من دیگه بریدم، خیلی وقته. وقتی بعد از 28 سال تلاش کارت به چشم نمیاد، بودجه و امکانات کافی در اختیار قرار نمیدن، خب طبیعتاً شما مثل اون مریضا میشی دیگه. چه اشکال داره؟ همین امروز تکلیف خودم رو با اونا روشن میکنم، استعفای خودم رو میدم. میری خونه میشینی همچی دلت برای ما تنگ بشه؟ تا حالا اگر تو هر شغلی بودم تا حالا 100 درجه و مدال گرفته بودم. امروز شما بهترین نشان زندگی تو گرفتی، نشان سبز محبت. بفرما. ببخشید دکتر. چشم ها را باید شست جور. جور دیگر باید دی. منم سبز شدم، خیالت راحت شد؟ ابا سینا رو ببین. دیوونه. دلغک، اگه فکر میکنی بازیگری ها، من حتی بازیگرترم. بازی میکنی؟ کجا بازی کردی؟ کجا؟ خب معلومه، توی تئاتر مدرسه مون. نقش نازم؟ نخه، نقش رو حوزی. سیاه؟ بله سیاه. سیاهکاری؟ نداشتن، وگرنه الان بازیگر توانایی شده بودم، اینجام نبودم. خب کجا بودی؟ فکر دیگه از من گذشته. از تماشاش که نگذشته. خوب شد. من یه برنامه ای دارم، شما باید به من کمک بکنید. باشه؟ اما قبل از هر چیز الان من میخوام به نمایندگی از همه ماچتون کنم. نه اون برو. متشکرم. آقا برگردم. برگرد. چی شد؟ برمیگردم. کجا؟ جربازی دیگه بسه. ما که تو این دنیا چه سیره نداریم؟ بگو جربازاشو نداریم، بگو جیگرشو نداریم، دلت با مانی. ما چه رفت؟ یه چیزی میگم، خیلی سخته اما بفهم. من به خودم قول دادم بعد از سیمین. ما چه رفتیم؟ تو هم دنبال جا میگردی؟ بفهم بخش سه، تخت خالی زیاده. نرگس اینجا چیکار میکنی؟ داشتی فرار میکردیم آقا جازه. فرار؟ کجا؟ کجاش فرق نمیکنه. این کاره نیست، گوشت گاوه، نپزه. بهش بگو اینقدر سیمین کاره تا آخر سر بخش سه داره. حیفه این همه زحمت که به پاش کشیدیم. ما که رفتیم. نرگس قهر کرد، هرچه رشتیم پنبه شد.
باز اون فراره بهتر بود. چی؟ فرار؟ آره. نرگس! 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 برسی برسی نمی بالا همه بالا نه برسی خانی برو آقا برو جشنتو بگیر دلت خوشه که مریضات معالجه شدن برو آقای خوش باور برو سر مهمونه که دعوت کردی شیره بمال برو آقای هپی اند سلام هستم سلام علیکم خوشبختم همینطور تبریک میگم متشکرم آقای نورزاده شما همکار خوبم و ازم گرید خواهش میکنم اختیار داریم من همیشه به همکاری با شما افتخار میکنم لطف داریم بفرمایید جواب دکتر چرا اینجا بسیدی؟ چرا نفهمید میشین؟ سوفی من بجاد کجا؟ من راه بعدیه رفتن تو اتاق گیره برو ببین در چهاره یه زنگم به رستوران بزن چه برو چی پولم پولم میکنی که هر کی ندونه انگار من گنج قارون رو به تو بده کارم بگی سرشالو چنده وقته یه کاره بدم نامردم که اگه همه شو ندم به تو حالا برو حاضرشو تو چرا حالیت نیست؟ این دفعه اولت نیست که میگی میدم اما نمیدی که کو کار که تموم شد میگی مجانی بود ثواب کردیم بابا میگم اساسمو دارم میریزن تو کوچه مگه شهر هرت آخه از هرت همون برتره تو ضمانت میکنی؟ همه اینا بهونه است تو داری گروکشی میکنی با من دل و دماغ ندارم وقتی که داری بهم کلک میزنی چجوری بروم نیارم برم ادواتوار در بیارم ببین کلاغار اصلا نذار سرد میشه من خودم بهت زنگ میزنم آره بابا شما چیکار داری میکنی پس؟ هیچ آقا دبه کرده واسه چی؟ ببین آقا 10 ساله دارم بین قنوق باش پشتک میزنم همه جور مجلسی هم باش رفتم ولی مردی شرف داری یه بار شد بپرسم چند دادن چی دادن ریش دست خودت بود قیچی هم دست خودت منم با کم و زیادت ساختم و جی کم نزدم ولی تازه فهمیدم که دروغ گفتی بهم کلک زدی آقا جان من امروز نامیزونم ریشم گروه صابخونه است خانومم پا به ماهه یه بچه مریضم دارم کنج خونه افتاده شیپیش تو جیبم سقاب میندازه به جون مواد بعضی شبا فکر میکنم که شکم صاب مردمونو چجوری سیر کنیم بخوابیم حالا تو جای من با این سر و وضع من با این حال روزی که من دارم میتونی 2 دقیقه بری رو صحنه تماشاچی رو بخندونی بابا راست میگه دیگه راست میگه ببینم منو قبول داری یا نه شما که ولی نعمت مایی اختیار داری من بهت قول میدم همین امروز از زیر بار خجالتت بیام بیرون ازش میگیرم میدم بهت نه خودم یه جوری باش کنار میام 10 سال ساختم این یکی هم روش پس پشت برو سر کن بودو برو به من میگه گروه کشی میکنی گروه کشی واسه کی آخه واسه خندونن یه مش بیگو مبارک نونت بدم 3 چارک خوب چشم گوشتو واس کن ببین چی بهت میگم میخوام بفرستم در خونه تاجر السلطنه یه پیغام بده کار تو قدالی بود چرا؟ توی مدت کجا با این گروه استثنائی واقعا شما زخم میگرفتین در حالی که خیلی کار ساده ای بود به خصوص که بچه ها مادگی زیادی داشتن در حال متشکرم خونم Get your life.
چیه در میاری؟ آجاب خریو بابا این رنگ آسبازی ها و قرقمیش همش نعمت خداست. چیه زهرا؟ آبچین هرگزه؟ بس کن میخوام بفرستمت خونه تاجر و سلطنه خواستگاری باک سپاری خدا نکنه خواستگاری واسه من؟ واسه تو؟ مگه من خودم مردم؟ شاخ شمشاد تازه اولی چلچلیمه. آره بابا مردی خودت خبر نری، بدنت گرمه نمیفهمی. آره میدم ها مبارک جونم. حالا بگو بینم چطوری؟ خونه تاجر و سلطنه رو بلدی؟ همون یارو نزول خوره؟ بله بله. همونی که شطور رو بابارش قورت میده؟ بله بله بله. چهار دست پاد نله نله نله. چرا نمیخندن؟ چه میدونم؟ حتما دیوونه وارونه است. ما باید گریه دار بازی بکنیم تا بخندن. پاشو گوگو چرا پول مبارک رو نمیدی؟ زنش داره میزاد، صابونش بیرونش کرده، بچهش هم مریضه. ما بشی بخندیم. حرف دل دیوونه رو دیوونه میفهمه. آقای دکتر، آقای مهندس، هستم به دامنتون. من 8 نوخوره قد و نیم قد دارم، به دادم برسیم. حالا چیکار کنیم؟ خودم مخلص عاطفه و غیرت همشونم هستم. تا صبح میخندونمشون. با هم هستی. خب کجا بودیم؟ خاک سپاری. خواستگاری. ببخشی مبارک. چیه زازالت؟ من میخوام زن بگیرم. نه بابا چند تا؟ جلدی میرین دوره برا یک دختر خوب آفتاب مهتاب ندیده برای من پیدا میکنی. مثل خودم اومدی ها. این چطوره؟ صاحب داره؟ ببخشید با اجازه من کار دارم، اگر اشکال نداره برم. بعدا تماس میگم. خواهش میکنم، من تماس میگم. باید برو بینم مزاحمش نشو مبارک. شرم کن. این خارجکیه. به 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 این چطوره؟ این خجالتیه کمی. خجالتیه؟ با اجازه بزرگترا. بله بابا تو هنوز وقتت نرسیده بشی. این چطوره؟ به کادون زدی مبارک. بپیچین کوچه. کلاه برداری نکن مبارک. کلاه میذارم سه چارک. پیدا کردم. این چطوره؟ بله چیار دست پاد نه خیر. پس مبارکه؟ مبارک خودتی مبارک. ببین بابا ننشون چی میگن. گفتی سواد داره، خونه و ماشینم میخواد بخره، جوون خوبیه، خوشتیپه. اینا رو گفتی؟ بگوه ده بابا. همه رو که خودت گفتی. پس مبارکه. برو بلا. نه بپرس دیگه شرایطشون چیه. دیگه شرایطتون چیه گل؟ هیچ. منم هیچی. پس بیا بالا. بلند شده. بله برو
رقیب نیست چون این محترم نخواهد. احسنت. نامردیه؟